جسدهای 7 کارمند اوکراینی شرکت هوایی کامیر. اینان در حمله مهاجمان مسلح بالای هتل اینترکانتیننتال کابل کشته شدند. جنازه های این 7 تن امروز به اوکراین انتقال داده شد. اداره مستقل هوانوردی میگوید وقوع این گونه حملات تأثیر نامطلوب را روی سرمایه گذاری و هوانوردی گذاشته است. بدون شک حادثه میتونه روی اعتماد شرکت های هوایی بیرونی بر وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر خود بگذاره. رئیس امور کنسولی وزارت خارجه میگوید هراس افغانان مرز نمیشناسد و در پی آماج قرار دادن مردم بیگناه هستند. تروریست ها همه را هدف قرار میدن. اینا دشمن انسانیت هستند و انسانیت هدف قرار میدن و مردم ما هر روز در خط مقدم از این نبرد قرار دارن و قربانی میدن. هم نیروهای امنیتی ما هم مردم ملکی ما. معاون شرکت هواپیمایی کامیر با انتقاد از بی‌پروایی نهادهای امنیتی در راستای تأمین امنیت هتل اینترکانتیننتال میگوید که در نتیجه این رویداد آنان خسارات مالی هنگفت را متحمل شده اند و همکنون 5 فروند طیاره آنان از پرواز باز مانده است. طبعا ما در این زمینه غفلت نیروهای امنیتی که به خاطر تدابیر امنیتی که با جلوگیری از حادثه میشد از کوره و حتما خود دولت باید بررسی بکنه جدی موضوع. در حمله مهاجمان مسلح بالای هتل اینترکانتیننتال بیش از 20 تن کشته شدند که 14 تن آنان اتباع کشورهای خارجی بودند. این حمله در کنار اینکه تلفات جانی و خسارات هنگفت بر هتل اینترکانتیننتال وارد کرد، نگرانی ها را در مورد تامین امنیت خارجی ها در کشور نیز به وجود آورده است.